با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز، با پروژه نهم از این آموزش در خدمتتون هستم. در این پروژه میخوایم یک همچین صحنه ای رو که یک صحنه کهکشانی هست رو ایجاد کنیم. برخلاف پروژه های دیگه که به صورت فیلم بودن، ما اینجا صرفا بر روی ایجاد این صحنه تمرکز میکنیم و وقتمون رو سر تنظیم زاویه دوربین و انیمیت کردن اون نمیذاریم. در واقع نکته آموزشی این پروژه استفاده از تعداد زیادی لایه ترپ کد فرم هست که ما اینجا فکر میکنم تقریبا 6 لایه استفاده میکنیم که باعث میشه تعداد زیادی پارتیکل داشته باشیم. هر کدوم از اونها تنظیمات خاص خودشون رو دارن و در نهایت شما یاد میگیرید که چطوری میتونید این تعداد زیاد پارتیکل ها رو منیج کنید و به وسیله اون بتونید همچین شکل زیبایی رو ایجاد کنید که در واقع به شما دید میده که برای پروژه های دیگه چطوری میتونید از این تکنیک ها استفاده کنید تا باز هم به یک المان های موشن گرافیک جذاب دست پیدا کنید. بعد از اینکه این تکنیک رو یاد گرفتید، به راحتی میتونید یک دوربین به این صحنه اضافه کنید، اون رو انیمیت کنید و در هر پروژه‌ای از اون استفاده کنید. نکته جالبی که وجود داره این هست که ما تنها چیزی که توی این صحنه می‌بینیم و در واقع به صورت عکس وارد شده، این بک‌گراند هست که می‌بینید مشکی رنگ هست و یک نقاط سفید رنگی درونش وجود داره. اگر من این رو به شما نمایش بدم، این هست. خب که حالا یک مقدار زوم کردیم اونجا روش. بنابراین بغیر از این، تمام چیزهایی که در این مرکز میبینید، این در واقع دودهایی که حالمانند هستن، این درخشش ها و هر چیزی که اینجا مشاهده میکنید رو ما از صفر درست میکنیم و بر پایه ترپ کد فرم هست تمام اینها. بنابراین خیلی تکنیک های جذابی رو طی این آموزش یاد خواهید گرفت. به ابتدا فوتیج هایی که برای ساخت این پروژه بهشون نیاز داریم رو یک بررسی کلی بکنیم. میبینید که ما اینجا 3 تا عکس داریم که حالا خدمتتون عرض میکنم در ادامه که کاربرد هر کدومشون به چه شکله. به عنوان مثال این اسپیس بک‌گراند به عنوان پس زمینه استفاده میشه و این تصویر یک کالر مپ هست. حالا در ادامه ما با اینها کار میکنیم. اما قسمت مهم اون صحنه‌ای که میخوایم ایجاد کنیم این مدل اوبیجی ساده هست. کار با مدل های اوبیجی رو در پروژه قبلی هم بررسی کردیم. اینجا هم میبینیم که چقدر زیبا به کارمون میاد و میتونیم به وسیله این مدل ساده یک سحابی یا یک صحنه کهکشانی رو ایجاد کنیم. چیزی که اگر ما بدون مدل سه‌بعدی میخواستیم اون رو ایجاد کنیم بسیار کار سختی بود و وجود این مدل سه‌بعدی کارمون رو میتونه بسیار ساده تر کنه. پس من افتر افکت رو باز میکنم و تمام این فوتیج ها رو درون پروژکت پنل قرار میدم. میتونم اینها رو هم یک مقدار سازماندهی کنم چون این پروژمون نسبتاً شلوغ هست و لایه‌های زیادی تا آخر آموزش خواهیم داشت. خب نامش رو میذارم ایمیجز و این عکس ها رو درونش قرار میدم. یک پوشه دیگه هم ایجاد میکنم. عذر میخوام، یک پوشه به نام مودلز. شما بعداً هم اگر خواستین این پروژه رو توسعه بدین میتونید در این پوشه بندی و سازماندهی کارتون رو ادامه بدید. خیلی خوب، حالا نوبت به این میرسه که یک کامپوزیشن هم ایجاد کنم. نام این کامپوزیشن رو میذارم مین پارتیکلز. دلیلش این هست که ما پارتیکل های زیادی قرار داشته باشیم و بدونیم این کامپوزیشن مربوط به پارتیکل های اصلی صحنمون میشن. فعلا دیوریشن رو همون 10 ثانیه میذارم و سایز این کامپوزیشن هم 1280x720. مثل همیشه شما نیاز نیست حتما این اعداد رو وارد کنید، شما میتونید از رزولوشن 1080 هم استفاده کنید، کاملا بستگی به خودتون داره. اوکی میزنم و حالا شروع میکنم فوتیج هایی که مورد نیازم هست رو وارد میکنم. خب اول من میخوام این بک‌گراند رو قرار بدم. میبینید بک‌گراندش به چه شکله. من پی رو میزنم تا پارامتر پوزیشن باز بشه. البته قبلش این رو به یک لایه سه‌بعدی تبدیل میکنم چون کلن کار ما در فضای سه‌بعدی هست. بعدش دوباره پی رو میزنم و در امتداد محور زد به مقدار زیادی اون رو دور میکنم چون رزولوشن تصویر خیلی بالاست. ما الان کامپوزیشنمون 1280x720 منتها رزولوشن این تصویر 10000x5625 هست که میبینید اینجا نوشته شده. پس من اینو میتونم خیلی دور کنم، مثلا در امتداد محور زد اون رو روی مقدار 17000 قرار بدم که میبینید از کامپوزیشن ما در واقع از لبه های اون خارج میشه و در این وسط قرار میگیره. حالا میتونم پارامتر اسکیل رو افزایش بدم. این رو بزرگ میکنم. میبینید یک حالت خیلی خوب برای من ایجاد میکنه. میتونم مثلا روی 4000 قرارش بدم. البته نه خیلیه. روی 400. خیلی نمیخوام نزدیک بشم. همین یک مقادیری هولوش 400 و یا 500 مناسب هست. من روی 450 این رو قرارش میدم. این از بک گراندمون.
از طرفی اون سحابی رو میخوایم به وسیله این مدل سه‌بعدی ایجاد کنیم. پس این مدل رو من باید اینجا قرار بدم، منتها اون رو اینویزیبل میکنم چون نیازی بهش ندارم، به عنوان رفرنس قرار استفاده بشه. از طرفی من یک تصویر دیگه داشتم که اگر پیداش کنم، بله این بود. من این رو هم درگ میکنم. این تصویر قراره رنگ اون سحابی و یا کهکشان رو برای من تعیین کنه، یعنی دوباره این لایه و یا این عکس یک لایه رفرنس هست. بنابراین باز هم من میتونم این رو اینویزیبل کنم، اینتر میزنم روش و نامش رو کالر مپ میذارم، نقشه رنگ. حالا در ادامه وقتی بهش رسیدیم متوجه میشید این به چه صورت به کار ما میاد. من یک سالید لیر جدید ایجاد میکنم تا تراب کد فرم رو هم اختصاص بدیم بهش. نامش رو البته من اشتباه کردم، این مین پارتیکلز رو ما میتونیم به عنوان نام سالید لیر اولمون انتخاب کنیم، مین پارتیکلز. دلیلش این هست که ما سالید لیرهای بسیار زیادی اینجا در ادامه آموزش اضافه میکنیم و واسه اینکه قاطیشون نکنیم با هم خوبه که این نامش مین پارتیکلز باشه تا همیشه خاطرمون باشه پارتیکل های اصلی در این لایه سالید قرار دارن. و نام کامپوزیشن رو من تغییر میدم، مثلا میذارم گالکسی، الان مناسبه. من جابجا اینها رو نوشته بود. حالا میام افکت یا در واقع پلاگین فرم رو سرچ میکنم و اون رو به این سالید لیر اختصاصش میدم. خیلی خوب، نوبت به این میرسه که بیایم بیس فرمش رو روی OBJ مدل قرار بدیم و اون مدل سه‌بعدی که داشتیم رو بهش اختصاص بدیم. من برمیگردم توی بیس فرم و قسمت OBJ settings و 3D مدل رو روی اسپیرال قرار میدم. ساب میکنیم، میبینید که این رو برای من ایجاد میکنه. سایزش خیلی بزرگ هست فعلا، من این رو به 200 تغییر میدم تا کوچکتر بشه و مشاهده میکنید که تعداد پارتیکل ها زیاد هست. من اگر یک لایه دوربین اضافه کنم و یک مقدار زوم کنم داخل این صحنه، بیشتر اگر زوم کنم، مشاهده میکنید اونقدر تعداد پارتیکل ها زیاد هست که اصلا نمیشه اینها رو از هم متمایز کرد. ما واقعا فعلا نیاز نداریم به این مقدار پارتیکل. من پارتیکل دنسیتی رو بنابراین کاهش میدم، مثلا اگر روی 20% قرار بدم میبینید خیلی کمتر میشه روی 10%. میتونیم گزینه‌های دیگه مثل ورتیسز رو هم امتحان کنیم. والیوم من فکر میکنم ورتیسز مناسب تر باشه. فعلا روی میزان 10% قرارش میدم. حالا بعدا اگر نیاز بود میایم اون رو تغییر میدیم. من کامرا رو ریست میکنم. اما یک موضوعی هست که ما باید یک زاویه درست برای این کهکشانمون ایجاد کنیم. مشکل اینجاست که اگر بخوایم دائما با این تنظیمات کار کنیم شاید خیلی خوش دست نباشه. بنابراین اینجا خوبه یک تکنیکی هم یاد بگیریم. با نال ابجکت ها قاعدتا آشنا هستید. به وسیله اینها شما میتونید یک لایه دیگر رو کنترل کنید. در واقع خودش شکل خاصی نداره، اما از پارامترهای اون میتونید استفاده کنید. من میخوام پارامترهای مربوط به چرخش این مدل سه‌بعدی و در واقع اون پارتیکل ها رو مربوط کنم به پارامترهای چرخش این لایه جدیدی که من ایجاد کردم. پس میام اینجا R رو میزنم، البته این لایه رو به یک لایه سه‌بعدی قبلش تبدیل میکنم تا XYZ روتیشن رو داشته باشیم. این رو هم یک مقدار بزرگتر میکنم. بعد از اون وارد تنظیمات مین پارتیکلز و افکتس میشم، یک افکت فرم داریم، بعد از اون فرم و حالا میبینید XYZ روتیشنش رو میخوام به این قسمت ها اختصاص بدم. پس میام Alt رو نگه میدارم و روی این آیکون کلیک میکنم تا خودش بیاد یک اکسپرشن ایجاد کنه. بعد از اون با پیک ویپ این رو میبرم بالا و به X روتیشن اختصاصش میدم. برای Y روتیشن هم همین کار رو میکنم، Alt کلیک تا اکسپرشن ایجاد کنه، بعد از اون با پیک ویپ به Y روتیشن اختصاصش میدم. در نهایت در امتداد محور Z هم این کار رو انجام میدیم، این رو میارم بالاتر و به Z روتیشن اختصاصش میدم. حالا این رو من برمیگردم به حالت دیگه. من کاری با پلاگین فون برای این چرخش ندارم، من فقط این سالید رو میشناسم که میتونم اصلا نامش رو بذارم کنترله. اگر X روتیشن رو تغییر بدم، بله مشاهده میکنید به زیبایی اون مدل OBJ رو داره به چرخش در میاره. دیگه لازم نیست من وارد تنظیمات تراب کد فرم بشم برای این چرخش ها، راحت میتونم به وسیله این لایه کنترلر این کارها رو انجام بدم. من این رو فعلا صفر میذارم و این رو هم اینویزیبل میکنم تا توی صحنمون نباشه، گرچه توی رندر هم نمایش داده نمیشد. من X روتیشن رو یکم تغییر میدم تا به این شکل در بیاد و Y روتیشن رو هم یک مقدار افزایش میدیم. فکر میکنم مناسب باشه زاویهش. حالا اگر نیاز بود بعدا تغییرش میدیم. برمیگردم به تنظیمات تراب کد فرم. این XYZ رو از حالت لینک به حالت اندیویژوال تغییر میدم. باعث میشه یک مقدار قاطی کنه. من سایز X رو افزایش میدم.
یک مقدار مناسب تا کل صحنه‌مون رو بگیره. به نظر مناسب میاد این مقدار و وای رو هم اگر یک مقدار افزایش بدم. زد رو هم میبینید میتونید افزایش و یا کاهش بدید و یک حالت جالبی ایجاد کنید. من این رو کم قرارش میدم، مثلا روی همون 400 فکر میکنم مناسب باشه. سایز وای رو هم یک مقدار کاهش میدم. بله الان مناسب هست. من یک مقدار این دنسیتی رو خوبه کاهش بدم، ببینیم به چه شکله. مثلا این رو اگر روی 8 بذارم، روی گزینه‌های دیگه هم امتحانش میکنم، مثلا اجازه ببینیم چطور میشه. این خیلی تعداد پارتیکل های زیاد هست، مناسب کار ما نیست. آره فکر میکنم همون ورتیسز مناسب باشه. فعلا این رو مثلا روی 7% قرار میدم، حالا بعدا ببینیم کارمون به چه شکل میشه. اما حالا میتونیم از لیر مپس استفاده کنیم. من میام و در واقع رنگ این پارتیکل ها رو مشابه چیزی میکنم که توی این لایه کالر مپ وجود داره. در واقع از این به عنوان رفرنس استفاده میکنم. پس میام پایین قسمت کالر اند آلفا و لایه کالر مپ رو بهش اختصاص میدم. فقط مپ اوور رو باید انتخاب کنیم. من مپ اوور ایکس وای رو میزنم. بله مشاهده میکنید که رنگ هایی که درون اون عکس قرار داشت، که اگر من حالا پیداش کنم، بله این رنگ بود، میبینید به پارتیکل های من مثل یک نقشه روشون کشیده شده و اون رنگ رو بهشون اختصاص میده. خب تا اینجای کار بسیار عالیه همه چی. خب حالا باید از این حالت نظم اونها رو خارج کنیم، یعنی موقعیه که باید سمت دیسپرس بریم و اون رو یک مقدار افزایش بدیم. فکر میکنم این میزان روی 10 کافی باشه. پارتیکل ها هنوز هم خیلی زیاد هستن، من ترجیح میدم اینها کمتر بشن، یا البته میتونیم یه کار بهتر کنیم، یعنی دنسیتیشون رو به جای اینکه کم کنیم، من سایزشون رو کاهش میدم. مثلا سایز رو روی 1 قرار میدم. بله الان میتونم دنسیتی رو هم زیاد کنم، مثلا 20 بذارم. این راه بهتری بوده، ای کاش از همون اول این کار رو میکردم، ولی خب دیرم نشده. من سایز رو روی 1 قرار دادم، به جاش دنسیتی رو دارم افزایش میدم. روی 25 به نظر مناسب میاد. حالا در جهت افزایش این رندومنس و در واقع اختلافاتی که بین این پارتیکل ها هست، من میتونم تنظیمات فرکتال فیل رو هم بررسی کنم، افکت سایز رو افزایش بدم، میبینید تاثیراتش به چه شکله. نمیخوام مقدارش زیاد باشه، یک کافی هست برای من. اگر صفر بذارم میبینید تغییرش به چه شکله. یک نویزی میندازه اینجا و خوبیش اینه که این نویز به دلیل پارامتر فلو ایولوشن دارای یک انیمیشن هست و یک حالت خوب رو برای من ایجاد میکنه. و اما افکت اوپاسیتی اگر این رو افزایش بدم به یک میزان کمی، مثلا 10 مناسب هست. توی انیمیشن هم میتونید تاثیرش رو ببینید. اگر افکت اوپاسیتی رو صفر کنم میبینید که یک مقدار پارتیکل ها اوپاسیتی بیشتری دارن. پس 10 میذارم تا یک حالت رندومی بگیره و با یک انیمیشنی روی این جا به جا بشه. همین اینها باعث میشه یک حس بهتر و یک حس سبودی تر نسبت به این سحابی داشته باشیم. تا اینجا مناسب هست، اما مشاهده میکنید خیلی هنوز هم یک شیپ منظمی مثل اون دل سبودی ما داره، در صورتی که میخوایم یک حالت ابرمانند، یک حالت گازمانند داشته باشه. اینجاست که باید یک سری تغییرات ایجاد کنیم. مثلا ما از طریق فرکتال فیلد با استفاده از پارامتر دیسپلیس میتونیم این کار رو انجام بدیم. من اگر این رو افزایش بدم میبینید شیپش یک مقدار تغییر میکنه و میبینیم به سمتی میره که حالت ابر و حالت گاز به خودش بگیره. اما نکته ای که وجود داره میبینید اون شکل دائما داره تغییر میکنه که دلیلش فلو ایولوشن هست. بنابراین اینجاست که باید یک ترید آف کنید که آیا میخواین از دیسپلیس استفاده کنید یا نه. اگر بخوایم از دیسپلیس استفاده کنیم دیگه اون قابلیت فلو ایولوشن رو نمیتونیم برای این پروژه داشته باشیم، چون میبینید قطعا ما نمیخوایم یک کهکشان یا سحابی به این شکل دائما در حال تغییر باشه. پس من فلو ایولوشن رو صفر میذارم و به جاش از دیسپلیس استفاده میکنم تا اون حالت گازمانند رو ایجاد کنم. مقدار 100 به نظر مقدار خیلی مناسبی میاد، اون حالت رو برای من ایجاد میکنه. این مین پارتیکلز من، پارتیکل های اصلی من به این شکل هستن. حالا در ادامه ممکنه یک تغییراتی هم ایجاد کنیم، اما من همین رو انتخاب میکنم، کنترل دی میزنم تا دوپلیکیت بشه، روش اینتر میزنم و نامش رو تغییر میدم به اسمال پارتیکلز. یک سری تغییرات میخوایم توی اینها ایجاد کنیم، توی اسمارت پارتیکلز، تا یک سری جزئیات به صحنه ما اضافه کنن. حالا یک مقدار تنظیمات این اسمارت پارتیکلز رو تغییر میدم. مثلا میتونیم سایزشون رو کوچکتر کنیم، روی 6 قرار میدم و یک مقدار مکانشون رو هم باید نسبت مین پارتیکلز تغییر بدیم. پس دیسپرس رو میتونم افزایش بدم، مثلا یک مقدار اگر افزایشش بدم میبینید اینها جا به جا میشن.
روی 15 ناصب هستش و دیسپلیس هم به همین شکل. من اگر دیسپلیس رو هم تغییر بدم، مثلا روی 80 بذارم، اینها جابجا میشه. اگر من اینو فعال و یا غیر فعال کنم، مشاهده میکنی یک جزئیات زیبایی رو بهش اضافه و کم میکنه. این جزئیات خوب هستن، به درد ما میخورن. این چند لایه کردن کار همیشه در نهایت جذابیت و طبیعی بودن اون رو افزایش میده. من دنسیتی رو حس میکنم نیاز برای همشون یک درجه کمتر کنم، مثلا روی 20% قرار بدم. مین پارتیکل هم به همین صورت. بله، الان حس بهتری نسبت بهش دارم. اما نکته‌ای که باقی میمونه برای اینکه یک درخشندگی خوبم داشته باشن و بهتر به چشم بخورن، ترجیح میدم یک افکت گلو رو هم اضافه کنم. پس من این افکت گلو رو ابتدا به مین پارتیکلز اختصاص میدم و ترشولدش رو یک مقدار کم میکنم. 40 اگر بذاریم، بعد از اون البته بیشتر، مثلا 50 میذارم فعلا، ببینیم چطور میشه. گلو رو انتخاب میکنم، کنترل سی میزنم، میرم توی اسمال پارتیکلز و اینجا همون رو پیست میکنم. الان برای همه این افکت گلو اعمال میشه. حالا بریم جزئیات بیشتر اضافه کنیم. من باز هم اسمال پارتیکلز رو دوپلیکیت میکنم و این دفعه نامش رو انرژی میذارم. میخوایم یک سری ذرات انرژی دور این سحابی ایجاد کنیم تا یک جزئیات بهتر و جذابتری رو برای ما درست کنه. برای این کار من این رو ابتدا سلو میکنم تا بهتر بتونیم روش کار کنیم. تنها کاری که میخوام توی قسمت ترپ کد فرم انجام بدم این هست که سایزش رو افزایش بدم. سایزش رو 2 میذارم و بعد از اون افکت مورد نظرم رو اختصاص میدم. نام این افکت فکتور بلر هستش که اینجاست. من این رو اختصاص میدم. اماونت 0 هست، بنابراین هیچ تغییری فعلا ایجاد نشده. من این فرم رو هم میبندم تا بهتر بتونیم کار کنیم. گلو رو هم نیاز نداریم برای این لایه انرژی، در لایه‌های پایینی داریم. همین برای ما کافی هست. وکتور بلر. اماونت رو شروع به افزایش میکنم. مشاهده میکنید یک اتفاق بسیار جالب میفته. اینها به هم پیوسته میشن. من هرچی این رو بیشتر افزایش بدم، تاثیرش میبینید که به چه شکل است. مشاهده میکنید ذرات خیلی جالب و زیبایی رو ایجاد کرده. من یکم این رو تغییر میدم. الان دقت داشته باشین، سولو هست. وقتی که با پارتیکل های پایینی ترکیب بشه میتونه یک جزئیات زیبا و جالبی رو برای ما ایجاد کنه. من ریج اسموتنس رو هم افزایش میدم یک مقدار. دید باعث میشه این سطح ها بزرگتر بشن. من این رو افزایش میدم. 29 اگر بذاریم، یک مقدار کمتر. پس 25.3 به نظر مقدار خوبی میاد و مپ سافنس رو هم میبینید اگر کم کنم به چه شکل میشه، زیادم کنم باز حالت خوبی نداره. یک مقداری بین اینها فکر میکنم مثلا 14.1 مناسب باشه. الان اگر این رو از حالت سولو در بیارم، میبینید یک افکت جالب رو بین پارتیکل ها ایجاد کرده. من اگر فعال و غیر فعالش کنم، میبینید وقتی که این لایه انرژی نباشه خیلی حالت دونه دونه داره و ما در واقع یک جسم پیوسته سه‌بعدی جالب رو نداریم. ولی این لایه انرژی یک جورایی یک به هم پیوستگی برای اون ایجاد میکنه، یک سطحی ایجاد میکنه و قاعدتا اون رو هم جذابتر با جزئیات بالایی به ما تحویل میده. من برمیگردم به لایه فرمش و یک مقدار جاشو هم تغییر میدم. یک تغییراتی میتونیم جزئی ایجاد کنیم تا نسبت به پارتیکل های دیگه فرق داشته باشه. مثلا اوپاسیتی رندوم رو روی 30% قرار میدم و دیسپلیس رو هم میتونیم افزایش بدیم تا مکانش باز نسبت به بقیه متفاوت باشه. مثلا 116 مناسب هست. میبینید خیلی یک حالت به هم پیوستگی خوبی ایجاد کرده، اون گپ ها رو پر کرده و مناسب هست. فکر نمی کنم نیاز باشه چیز دیگر رو تغییر بدیم، مگه اینکه حالا پارتیکل دنسیتی رو بخوایم کاهش و یا افزایش بدیم که میبینید خیلی نمیشه زیادش که مثلا 50 بذاریم. میبینید دیگه وقتی یک مقدار زیادی داشته باشه، دنسیتی اینها بالا باشه، مشاهده میکنید حالت غیر طبیعی به خودش میگیره. بنابراین همون حوالی 20 و یا 30 مقدار مناسبی هست. این رو روی 25 قرار میدم. اگر فعال و غیر فعال کنم کاملا مناسب است. حالا در نهایت من این لایه انرژی رو هم باز دوپلیکیت میگیرم. میبینید خیلی لایه‌های پارتیکل هامون زیاده. الان این چهارمین لایه ترپ کد فرم هست که داریم ایجادش میکنیم. قبل از ادامه من این رو هم برای شما سیو میکنم فعلا. نامش رو میذارم گلکسی سی. این لایه جدید رو یک مقدار بزرگتر میکنم. سایز ایکس رو مثلا روی این مقدار میذارم. البته این رو ویزیبل میکنم قبلش.
سایز وای رو هم افزایش میدم تا این یک مقدار پخش بشه، میبینید به چه شکله. و بعد از اون یک سری جزئیات و ریزه کاری هست، حالا خودتونم میتونید انجام بدید. مثلا سایز رندوم رو میتونم افزایش بدم، که البته این رو برای همه میتونم این کار رو انجام بدم. مثلا اسمال پارتیکلز رو هم اگر باز کنم سایز رندومش رو میتونم افزایش بدم یک مقدار، مین پارتیکل هم همینطور. این ریزه کاری ها در واقع جزئیات پروژه رو تحت تاثیر قرار میدن و میتونن شکل قشنگ تری به پروژه شما بدن. یک مقدار شاید بهتر باشه ما افکت گلو رو افزایش بدیم، البته نه ریدیوس نه، ترشول رو اگر پایین تر بیارم یک مقدار. ببینیم برای مین پارتیکل به چه شکل هست. این رو کاهش میدم، مشاهده میکنید درخشش بیشتری میگیرن، فکر کنم 41 مناسب باشه. و حالا ریدیوس مقدار خودش، اینتنسیتی رو هم حالا فوقش 2 بذاریم، ببینیم به چه شکل بهتری گرفتم. من برای اینکه بیام یک افکت گلو به این انرژی 2 اضافه کنم، به جای اینکه از افکت گلو معمولی استفاده کنم، میخوام از افکت استار گلو استفاده کنم که باز هم مربوط به مجموعه ترپ کد هستش. پس اون رو درگ میکنم و روی انرژی 2 قرارش میدم. من لایه‌های بالایی رو در قسمت افکت کنترلز میبندم تا در واقع دید خوبی نسبت به این افکت داشته باشیم. فعلا میبینید هیچ اتفاقی نمیفته، اما من اگر بیام قسمت پری پروسس و ترشورد رو کاهش بدم، میبینید یک حالتهای خوبی اینجا ایجاد میشه. در واقع ترشورد رو که کاهش میدم بهش میگیم که بر اساس برایتنس بیاد تأثیرش رو روی چه پارتیکل هایی قرار بده. دقیق داشته باشین، من الان این رو به لایه انرژی 2 اعمال کردم، شما میتونید به لایه های دیگه هم اعمالش کنید. مثلا فرض کنید من این رو کات کنم و به مین پارتیکلز اختصاصش بدم، میبینید یک حالت جدیدی از گلو رو به من برمیگردونه. بنابراین دست خودتونه که نسبت به پروژه‌ای که دارین دقیقاً به کدوم پارتیکل ها اختصاصش بدین. وقتی که پروژهتون مثل این پروژه تعداد زیادی پارتیکل داره، من حالا قبلا چون این پروژه رو براتون انجام دادم تشخیص دادم که روی مین پارتیکلز تاثیر خیلی بهتری داره، پس روی همین کارمون رو ادامه میدیم. ترشولد رو من از این هم پایین تر میارم، مثلا روی 20 قرارش میدم. و بعد از اون کالر مپ A و کالر مپ B رو داریم که میبینید روی گردینت مثلا تنظیم شده این کالر مپ A، که همین طیف سبز رنگ و سفید رنگ هست که میبینید اینجا ایجاد شده. من میخوام این روی وان کالر باشه که وان کالرش هم همین هست و اون رو به یک رنگی توی مایه‌های آبی تغییر بدم. روی این میزان میذارم. اینی که شکل خیلی زیباتریه. کالر مپ بی رو هم داریم که میبینید چه طیف رنگیه در این قسمت‌ها ایجاد شده. اگر من افکت رو فعال و غیر فعال کنم میبینید که این طیف رنگ در این قسمت‌ها ایجاد شده. من این رو هم روی وان کالر میذارم و رنگش رو یک حالت بین قرمز و نارنجی میذارم. یک همچین رنگی. اوکی میذارم. بله. میبینید که الان رنگ بسیار جالب و خوبی ایجاد شده. من میتونم یک مقدار زاویه‌اش رو هم تغییر بدم، به سمت خودمون بچرخه یک مقدار. 42 حالا فعلا مناسب باشه. این استارگلو رو هم بهش اختصاص دادیم که اگر من فعال و غیر فعالش کنم میبینید چقدر تأثیر زیبایی گذاشته و نسبت به اون افکت گلو که در اون افتر افکت وجود داره میبینید قابلیت‌های بسیار بیشتری داره. شما هر قسمت میتونید بهش بگید که دلتون میخوان اون درخشندگیش به چه رنگی باشه و به طور کلی خیلی میتونه این افکت کاربردی باشه. تنظیمات دیگه هم هست، مثلا میتونیم استریک لنگث رو کاهش بدیم یک مقدار، میبینید تاثیرش به چه شکله. این رو تغییر میدم و مثلا روی 12 میذارم. بوست لایت رو میتونیم افزایش بدیم، باز میبینید تاثیرش رو. این رو روی مثلا این مقدار 2.9 قرار میدم، مشاهده میکنید به خوبی این رنگ ها ایجاد شدن. کارمون فعلا با استارگلو تموم میشه. من میتونم وارد لایه انرژیمون بشم. دقت داشته باشین این انرژی 2 که اضافه کردیم یک جزئیات بیشتری نسبت به انرژی بود، مثل کاری که بین مین پارتیکلز و اسمال پارتیکلز کردیم. یعنی اسمال پارتیکلز هم دقیقا همون جایی حوالی مین پارتیکل قرار دارن، ولی بعضی مشخصاتشون فرق داشت. انرژی 2 هم دقیقا کارش همین بود. من میرم لایه انرژی رو انتخاب میکنم و یک افکت گلو رو بهش اختصاص میدم، چون این کارو نکرده بودیم. این باعث میشه حالت درخشندگی خوبی بگیرن. یک مقدار فقط ترشول رو افزایش میدم تا خیلی هم درخشنده نشن، در این حد مناسب هست فکر میکنم. بعد از اون من میتونم یک افکت کرو هم بهش اختصاص بدم، کروز رو بهش اختصاص میدم و یک مقدار با نمودارش بازی میکنم تا یک کنتراست مناسبی رو پیدا کنم. سه این رو میکشم پایین و از این قسمت اون رو افزایش میدم.
میبینید یک حالت نسبتا خوب ایجاد میکنه برای من. شما میتونید خودتون با این نمودار بازی کنید و به رنگ‌های مد نظرتون دست پیدا کنید. من این رو بیشتر تغییر میدم. فکر میکنم این حالت مناسب باشه برای چنل RGB. یک مقدار هم رنگ آبی میخوام بیشتر باشه، بهتر باشه. پس این رو یک مقدار درگ میکنم سمت بالا، نمودار مربوط به آبی رو، و نمودار مربوط به رد رو هم میگیرم و یک مقدار کاهشش میدم. به نظر مناسب میاد. شما برحال اینها ابزار مربوط به اصلاح رنگ هستن. شما هر نوع صحنه رو که میخواین ایجاد کنید بر طبق اون میتونید بیاین و اصلاح رنگتون رو اینجا انجام بدید. بعد یک موضوع دیگه هم که من خاطرم نبود انجام بدم، به نظرم این پارتیکل ها رو اگر از حالت نرمال به اد تغییر بدیم بهتر هستش تا افکت هاشون روی هم اد بشه. مشاهده میکنید این درخشندگی هایی که در اج ها وجود دارن بهتر نمایان میشن. پس من اینها رو روی اد میذارم و مشاهده میکنید به طور کلی به دلیل اون افکت های گلویی که داشتیم درخشندگی هم بیشتر میشه. حالا به خاطر اینکه اینها رو روی اد گذاشتیم باید برگردیم یک مقدار تغییر بدیم این در واقع چیزها رو، افکت مربوط به گلو رو. برای انرژی خوب هست ولی فکر میکنم برای مین پارتیکلز یک مقدار نیازی که زیادتر بشه. بله مشاهده میکنم. اسمال پارتیکلز هم به همین شکل اگر اشتباه نکنم. من ترشول رو اگر افزایش بدم رو این زیاد تاثیر نداره. تاثیر اصلی روی مین پارتیکلز هست. من گلو اینتنسیتی رو به جاش کاهش میدم، مثلا روی یک میذارم، و ریدیوس رو هم اگر یک مقدار باش بازی کنیم مثلا روی مقدار 12 میذارم، ولی ترشول رو افزایش میدم مثلا روی مقدار 3. الان فعلا به نظر مناسب میاد. حالا اگر نیاز بود در ادامه این رو تغییر میدیم. نوبت به این میرسه که بیام یک نور هم در وسط این اضافه کنیم، در واقع بیام این سحابی رو نورانی کنیم. من میخوام اینجا از افکت اپتیکال فلیرز استفاده کنم. پس یک سالید لیر وارد میکنم و نامش رو فلیر میذارم، اون رو در زیر کنترلر قرار میدم، بعد از اون افکت اپتیکال فلیرز رو اضافه میکنم به این سالید لیر. من وارد آپشنز میشم. نمیخواد طراحی خاصی انجام بدیم، ما از پریست ها استفاده میکنیم. توی پوشه مربوط به لایت اگر پریست ها رو ببینیم، یک چیزی که نورانی باشه، مثلا این سان دیجیتال بد نیست، ما میتونیم از ریل سان استفاده کنیم. مشاهده میکنید به چه شکله، دقیقاً چیزی است که ما میخوایم. نیاز نیست چیز خاصی رو درونش تغییر بدیم، فقط اون رو باید در مرکز قرار بدیم چون اون کهکشان هم در مرکز قرار داره. و حالا اگر فلیر رو مثلا روی گزینه اسکرین بذارم، مشاهده میکنید اد میشه و روی این کهکشان قرار میگیره به این سو. فکر میکنم اگر این رو روی اد بذاریم، بله اد بذاریم، میبینید حالت خیلی بهتری داره. حالا یک مقدار این رو باید جزئیاتش رو تغییر بدیم. من میتونم افکت بلر رو بهش اضافه کنم. از این قسمت فست باکس بلر رو بهش اختصاص میدم و کروز رو هم وارد میکنم. این افکت رو فعلا من وارد میکنم، بعد حالا تنظیماتش رو تغییر میدم. حالا بریم یک مقدار اینها رو تغییر بدیم. مثلا اسکیل رو میتونم بزرگتر کنم، میبینید این رو میتونم روی 130 قرار بدم. برایتنس هم به همین شکل اگر بخوایم اون رو میتونیم افزایش بدیم، مثلا روی 120 اگر قرارش بدم، یک همچین حالت نورانی رو ایجاد میکنه که خیلی جالب هست. منتها میبینید یک حالت نقطه نورانی داره در مرکز. من میخوام این حالت نورانی پخش بشه و یک جا نباشه. به همین دلیل است که افکت فست باکس بلر رو اینجا وارد کردم. من اگر بلر ریدیوس رو افزایش بدم، میبینید از اون حالت نقطه نورانی خارج میشه. این رو من میام پخش میکنم. 120 خیلی به نظر زیاد میاد، مگه اینکه بیام بقیه رو هم افزایش بدم، مثلا این رو 130 بکنم و این رو مثلا یک مقدار اگر کوچکتر کنم 125، و حالا یک مقدار بلر رو تغییر میدم. فکر میکنم این مقدار مناسب 98. من این ریپیت اج پیکسلز رو هم انتخاب میکنم چون میبینید اگر انتخابش نکنم این اطراف صحنه‌ام حالت مشکی رنگ داره که ترجیح نمیدم اینطور باشه. پس این رو فعال میکنم تا در کل صحنه این پراکنده بشه. فکر میکنم تا اینجا بد نیست. کروز رو میارم و یک مقدار کنتراست رو تغییر میدم. من نمیخوام خیلی اون اطراف باشه، متمرکزش میکنم دوباره همون وسط و میبینید به چه شکل. فکر میکنم به این میزان مناسب باشه. اینها رو میبندم، کنترلر رو باز میکنم، آر میزنم روش و یک مقدار باز این رو تغییر میدم زاویهش رو. فکر کنم این رو روی منفی 30 بذاریم مناسب باشه. الان میبینید حالت مناسبی داره.
من برای ادامه کار و اضافه کردن جزئیات بیشتر فعلا به این افکت فلیر نیاز ندارم، چون باعث میشه کند بشه صحنم. بنابراین رو اینویزیبل میکنم تا راحت تر بتونیم روی جزئیات خود سحابی کار کنیم. حالا قدم بعدیمون اینه که یک حالتی مثل اتمسفیر یا در واقع یک حالت دودمانند در دور این ایجاد کنیم. من برای این کار میتونم از همون لایه انرژی استفاده کنم، اون رو دوپلیکیت کنم و در زیر همه لایه‌های پارتیکل قرارش بدم. نامش رو میتونم اتمسفیر بذارم، میتونم اسموک بذارم یا حتی میتونم فاگ بذارم به معنی مه. به هر حال هر چیزی که اون منظورمون رو برسونه. من این رو سولو میکنم تا بهتر بتونیم ببینیمش. من نیاز ندارم که اینقدر تعداد پارتیکل‌هاش زیاد باشه. پس میام پارتیکل دنسیتی رو به مقدار زیادی کاهش میدم. مثلا روی 5 قرار میدم. حالا میام قسمت پارتیکلز، خب سایزش رو هم بزرگتر میکنم، ببینیم به چه شکله. روی مثلا مقدار 45 قرارش میدم. منتها بلند مود رو باید تغییر بدیم، اگر من روی اد بذارم یا روی اسکرین قرارش میدم. بعد از اون میتونیم پارتیکل تایپ رو تغییر بدیم به حالت کلاودلت، چون حالت مهمانند میخوایم، شاید این مناسب تر باشه برای ما. منتها اوپاسیتیش خیلی زیاد هست، اوپاسیتی رو قطعا به میزان زیادی میخوایم کاهش بدیم. من اگر 1 بذارم هنوز مناسب نیست، اگر 8 بذارم کمترش میکنم، 0.2 میذارم. بعد از اون سایزش رو یک مقدار بزرگتر میکنم، ببینیم به چه شکل میشه. خب نه مناسب نیست، یک مقدار کمتر، اینو مثلا 10 قرار میدم. الان بهتر شد. بعد از اون میام قسمت فرکتال فیلد و افکت اوپاسیتی رو 0 میکنم تا روی اوپاسیتیش هیچ تأثیری نذاره. این خیلی کمرنگ شد، اصلا قابل دیدن نیست. یک مقدار زیادش میکنم، مثلا 0.2 میذارم. باز هم این دفعه خیلی پررنگ هست، 0.1 میذارم. از این هم کمتر میخوام، این رو تبدیل به 0.01 میکنم. 0.01 رو بکنیم 0.04، ببینیم چطور میشه. حتما این احساس رو گرفتین، ما دنبال ایجاد یک حالت دودمانند هستیم، بنابراین شما خودتون هم قطعا مجبور هستین با سعی و خطا این ارقام رو به دست بیارید تا اون شکل مورد نظرتون رو پیدا کنید. بله الان میبینید اون حالت مهمانند رو به ما میده و به نظر مناسب میاد. فعلا من در ادامه نیاز یک مقدار بیام و این دنسیتی رو تغییر بدم، این رو من افزایش میدم، مثلا روی 20 میذارم. در ادامه من میتونم برگردم قسمت دنسیتی رو افزایش بدم و یک سری تغییرات ایجاد کنم تا اون حالت مه رو بهتر بتونیم بهش برسیم. اینو من فعلا 20 کردم، ببینیم تاثیرش به چه شکله. یک مقدار طول میکشه. حالا فعلا اگر این رو بخوایم ثابت بذاریم، فکر میکنم یک مقدار اوپاسیتی رو باید افزایش بدیم. مثلا این رو فرض کنیم روی 25 قرار، یعنی 25 صدم. تا این قسمت هایی که میبینید مشکی رنگ هست، من میخوام یک مقدار نموده بهتری داشته باشه. بله الان میبینید بهتر حالت اون دود رو میگیره. فقط یک مقدار دنسیتیش رو باید تغییر بدیم تا اینقدر اینتنس و شدید نباشه رنگ ها، یک حالت مهمانند و غبارمانند باشه. الان به نظر بهتر میاد. ببینیم اگر افکت اوپاسیتی رو تغییر بدیم به چه شکل میشه. مثلا من این رو روی 0.01 اگر قرار بدم، بله میبینید الان روی 0.01 خیلی حالت بهتری میگیره و شبیه غبار هستش. من این رو غیر فعال میکنم و بعد فعالش میکنم. مشاهده میکنید یک حالت بسیار زیبا و خوبی برای من ایجاد میکنه و باز هم اون فضایی خالی رو با جزئیات بیشتری پر میکنه و یک حالتی مثل دود رو برای من ایجاد میکنه. یک مقدار اگر بخوایم تغییرات بیشتری هم بدیم، مثلا دیسپرس رو میتونیم افزایش بدیم تا با اون مکانهای انرژی تفاوت داشته باشه، چون ما انرژی رو دوپلیکیت کردیم تا به این لایه رسیدیم. بله این مقدار مناسب هست. من حالا حتی میتونم این رو یک مقدار بزرگتر هم بکنم تا دور در واقع این سحابی قرار بگیره. مثلا سایز ایکس رو اگر یک مقدار افزایش بدم، ببینیم تاثیرش به چه شکله. خب خیلی سنگین شده، چون پارتیکل های ما زیاد هستند. این یک چیز عادیه که انقدر سنگین بشه. من سایز وای رو هم افزایش میدم به 740، ببینیم چطور میشه. بله الان میبینید خیلی حالت پخش شدگی خوبی داره و بسیار زیباتر هست. من اگر این رو فعال و غیر فعال کنم، به صورت سولو هم ببینیمش، میبینید یک جزئیات بسیار زیبایی رو اومده به صحنه ما اضافه کرده. برای اینکه این جزئیات رو باز هم بیشتر کنیم، من این افکت فاگ رو دوباره دوپلیکیت میکنم تا اینجا قرار بگیره. در زیر فاگ قبلی قرارش میدم، میبینید به چه شکله. باعث میشه این جزئیات خیلی پررنگ تر بشن. من بلند مودش رو روی حالت اسکرین میذارم
و بعد از اون میام توی منحنی‌هاش یک سری تغییرات رو ایجاد میکنم. بذار من این لایه‌ها رو ببندم که یک مقدار اینجا خلوت بشه و فقط کروز رو داشته باشیم. یک مقدار با اینها میتونیم بازی کنیم. مثلا بلو رو من اگر افزایش بدم یک مقدار افزایشش میدم. رد رو به حالت قبلیش برمیگردونم این صاف بشه. در واقع میخوام یک مقدار این رنگش متمایل به آبی باشه. این رو اینجا قرار میدم و دقت داشته باشین این به صورت ریل تایم تغییر نمیده چون سنگین هست، یک مقدار طول میکشه. گرچه من میتونم این رو سلو کنم تا بهتر ببینیمش. میبینید الان تاثیرش بهتر بازه. من یک مقدار بلو رو افزایش میدم، رد رو هم که در واقع به حالت قبلیش برگردونیم و گرین رو هم میتونم یک مقدار افزایش بدم تا یک رنگ جذاب تری رو برای من ایجاد کنیم. در نهایت اگر این رو از حالت سولو بردارم میبینید تاثیرش رو به چه شکلی میذاره. فقط فکر میکنم خیلی اینها اپاسیتی بالایی دارن، یک مقدار باید کم رنگ تر بشه تا اون حالت مه رو بهتر داشته باشه. پس من فاگ 2 رو اپاسیتیش رو 50% کردم، برای فاگ قبلی هم همین کار رو انجام میدم تا یک حالت مه خیلی اسمود رو داشته باشیم. میبینید به چه شکله، الان خیلی بهتر هست نسبت به اون چیزی که در ابتدا داشتیم. اما الان همه پارتیکل هاش با پارتیکل های فاگ یکی هست. من بنابراین یک سری تغییرات میتونم توش ایجاد کنم. مثلا بیام سایز پارتیکل ها رو یک مقدار کاهش بدم، 35 میکنم و دیسپرس رو هم یک مقدار تغییر میدم، مثلا روی 50 میذارم تا به هر حال یک تغییراتی نسبت به اون لایه فاگ اصلی داشته باشه و یک جور نباشن. به نظر مناسب میاد. من فلی رو هم میتونم یک نگاهی بهش بندازم. بله میبینید که همه اینها با هم خیلی ترکیب جالبی رو ایجاد میکنن. من برایتنس رو هم میتونم یک مقدار کاهش بدم. حس میکنم خیلی این برایتنس زیاد هست. بذارید فیت کنم این رو و مقدار قبلیش ببینیم چند بود. 130 بود. من یک مقدار اگر این رو کاهش بدم، مثلا 120 بذارم یا 110 فکر میکنم مناسب باشه. اگر بذاریمش 130 میبینید خیلی اینتنس هست، همون 110 مناسبه. الان این حالت بسیار خوبی رو برای ما ایجاد کرده. من میتونم در بالای همه اینها هم یک ادجاستمنت لیر قرار بدم. من الان قرار نیست خیلی روی افکت های ادجاستمنت لیر مانور بدم و افکت های زیادی رو بررسی کنم، اما به هر حال میخوام این ایده رو به شما بدم که برای اصلاح رنگ و بهتر کردن رنگ ها و جزئیات این صحنه نیازه که یک ادجاستمنت لیر در اون بالا اضافه کنید و یک سری افکت ها رو برای اصلاح رنگ بهش اختصاص بدید. ما اینجا ولی به صورت ساده بررسیش میکنیم. مثلا میتونم باز هم از کرز استفاده کنم. شما همچنین اگر پلاگین لوکس رو دارید میتونید از اون هم استفاده کنید. پلاگین لوکس باز هم مربوط به رد جاینت هست و توی مجموعه کالر سویت هست فکر میکنم که برای اصلاح رنگ میتونید ازش استفاده کنید. خیلی خب، من این رو اگر بخوام یک مقدار تغییر بدم، میبینید دست خودم هست، بستگی به این داره که دلم بخواد صحنم به چه شکل باشه و یک کنتراست خوبی رو ایجاد کنم. من یک مقدار این رو نزدیکتر میکنم. خیلی نمیخواد تغییرش بدیم، در همین حد کافی است. مگه اینکه شما بخواین یک اصلاح رنگ گسترده تر هم انجام بدید، مثلا رنگ ها رو دوچار تغییر کنید. میبینید اگه من رنگ قرمز رو عوض کنم، اصلاح رنگ وارم رو دارم انجام میدم. اگر آبی رو بیشتر کنم، دارم کولد میکنم اصلاح رنگ رو. میبینید حالت کلد به خودش میگیره. اینا کاملا بستگی به شما داره که میخواین صحنه نهاییتون به چه شکل باشه. من آندو میزنم و این رو به همین شکل خودش باقی میذارم. فقط همونطور که عرض کردم، این ادجاستمنت لیر مسئول اصلاح رنگ این صحنه و پروژه هستش. بنابراین هر کاری برای اصلاح رنگ میخواین انجام بدید، میتونید در این بالا اون رو اعمال کنید. فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. ادامه کار که در واقع ما بخوایم جزئیات بیشتری اضافه کنیم کاملا مربوط به افکت ها و پلاگین های دیگه میشه و تمرکز ما رو از روی ترپ کد فرم خارج میکنه. بنابراین من این رو بیشتر ادامه نمیدم و به شما میسپارم تا بر حسب خلاقیت و دانشی که نسبت به پلاگین ها و افکت های دیگه دارید بیاین این صحنه رو اصلاح رنگ کنید و اون رو ارتقا بدید. هدفمون از انجام این پروژه همونطور که کاملا واضح هست این بود تا یاد بگیریم لایه‌ها
زیاد ترابکد فرم رو چطور منیج کنیم و با ترکیب اونها بیایم یک صحنه جالب رو که پر شده از پارتیکل ها ایجاد کنیم. میبینید تعداد لایه‌های پارتیکل ما خیلی زیاده. من اگر اینها رو بخوام بشمارم 3 4 5 6 بعد 6 تا لایه پارتیکل داریم که هر کدومش هم تنظیمات مخصوص به خودش رو داره، اما همشون در این مرکز قرار گرفتن و تونستن این سحابی زیبا یا در واقع صحنه کهکشانی رو برای ما ایجاد کنن. من این پروژه رو در همون فایل مربوط به گلکسی سین برای شما ذخیره کردم. میتونید تنظیمات این پروژه رو تغییر بدید، بیشتر روی اون کار کنید تا تسلطتون بالاتر بره. امیدوارم مطالبی که توی این فصل هم خدمتتون عرض کردم براتون مفید واقع بشه.